درود و عرض ادبی نو دوباره همراه با سلامی سرشار از مهر عشق محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان خاصه هممیهنان عزیز مهربان و همار همراه برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین در برنامه امشب پنج شنبه به روال معمول همه شبها نخست نگاهی کوتاه خواهم داشت بر سرخط اهم مطالب منتخب باستاب وسیع برگزاری دومین دور اعتصاب سراسری معلمان ایرانی در سراسر کشور واکنش ها به اجرای احکام اعدام دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی با اعدام دو نفر مصوم به سلطان سکه تأکید مجدد مقام های جمهوری اسلامی ایران در بی اثر بودن تحریم ها همزمان با فشار اقتصادی شدید بر شهروندان ایرانی موج بیامان فشارها، تهدیدها و انتقادات به محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در پی اظهار نظرش در مورد پولشویی و احضار به مجلس برای پاسخگویی تداوم کشمکش و کشاکش بر سر تضعیف هرچه بیشتر پارلمان در جمهوری اسلامی و تشکیل یک شورای نگهبان دوم در مجمع تشخیص مسلحت در حوزه اقتصاد ایران استعفای یک عضو دیگر دولت و تقویت طرفداران اقتصاد دولتی و بالاخره در عرصه سیاست خارجه و دیپلماسی امتناع و رویگردانی اروپاییان از میزبانی کانال مالی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 15 نوامبر 2018 میلادی است که در طول کمتر از سی دقیقه به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید همینک و در آغاز صفحه یک رو با تازه هایی از آخرین و تازهترین دور اعتصابات سراسری معلمان ایرانی در بسیاری از شهرهای ایران آغاز می‌کنیم. در روزهای سهشنبه و چهارشنبه که قطعا از سایر منابع خبری نیز اطلاع یافتید دومین اعتصاب سراسری معلمان و آموزگاران ایرانی با فراخان شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان برگزار شد که بنا به گفته منابع نزدیک به معلمان بسیاری از مدیران مدارس و معلمان در مناطق مختلف به دفاتر حراست آموزش و پرورش احضار و به اخراج و بعضا تبعید تهدید شده بودند با این حال تشکل‌های سنفی تصاویر رو در شبکه های مجازی منتشر کردند که حاکی از شرکت معلمان بیشمار برخی از مدارس در شهرهای سقز، تهران، کرج، اسفهان، شیراز، یزد، قزوین، کرمانشاه، ارومیه، همدان و ساری بوده است. حسب این گزارش ها معلمان خواستار رفع تبعیض و اجرای طرح رتبه بندی، توقف طرح معلم تمام وقت که به تازگی به اجرا درآمده، آزادی معلمان زندانی و متوقف کردن پرونده سازی های امنیتی و سرکوب معلمان هستند و همچنین شورای هماهنگی تشکل های سنفی معلمان ایران اعلام کرد که در صورت عدم پاسخ مسئولان به مطالباتشان اعتراض و اعتصاب معلمان گسترده تر خواهد شد. دومین دوره تحسن معلمان جالب اینجاست که در روزهای سهشنبه و چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که مجمع فرهنگیان ایران اسلامی نزدیک به اصلاح طلبان با اشاره به آنچه تحریم های آمریکا علیه ایران و تلاش دشمنان داخلی و خارجی برای به چالش کشاندن امنیت داخلی خواندند از معلمان خواستند که به دلیل حساسیت شرایط موجود و احتمال بهره برداری جریانات و رسانه های معاند نظام از هر گونه اقدام اعتراضی که زمینه سوء استفاده دشمنان رو فراهم آورد خودداری کنند و در کلاس های درس حضور شادابی داشته باشند جالب اینجاست که اینها نمیشنوند صدای معلمان رو که صریحا دارن میگویند که ما دشمنانی غیر از خود شما حاکمان نداریم الو ایا حال نکته قابل توجه دیگران که هرچند که اعتصاب معلمان گسترده و فراگیر بود اما هیچ یک از روزنامه ها و حتی روزنامه های نزدیک به جناهای های مسلم به اصلاح طلب نیز به این موضوع نپرداخته بودند و حتی اشارت کوچکی هم به آن نداشتند در ادامه برنامه از سکوت و خفقان مطبوعات و روزنامه های ایران در قبال اعتراضات سنفی معلمان اما به قوقا و حیاهوی شادمانه روزنامه ها بعد از اعدام دو نفر در تهران به بهانه مبارزه با مفاسد اقتصادی میپردازیم بسیاری از روزنامه های پرشمارگان از هر دو جناح سیاسی در داخل ایران خبر اعدام سلطان سکه ها در صفحه یک خود منتشر نمودند از جمله روزنامه شرق مطلب اصلی صفحه یک خود رو همون که می‌بینید به عنوان ختم پرونده سلطان سکه با دار به این موضوع اختصاص داد و یا روزنامه ستاره صبح در صفحه یک خود با تیتر سر سلطان سکه بالای دار رفت به همین موضوع پرداخته بود اما روزنامه کیهان که پیش از تشکیل دادگاه‌های ویژه اقتصادی و صدور احکام اعدام برای برخی از متهمین این دادگاه ها راه حل کنترل بازار ارز رو صریحا اعدام چند نفر عنوان کرده بود در مطلبی به عنوان اعدام دو اخلالگر بازار سکه و ارز نوبت محاکمه مدیران زمین ساز است گویا خواهان اعدام برخی از مدیران دولتی نیست شد که به گفته این روزنامه با اخلالگران اقتصادی همکاری داشتند. این روزنامه همچنین به صورت غیر مستقیم خواهان برخورد با رئیس پیشین بانک مرکزی شد از جمله در بخشی از این مطلب خود اشاره می کرد که علاوه بر مسئولان در رده های مختلف که یا خود یا زیر دستانشان عرصه را برای جولان فرصت طلبان باز می کنند مسئولانی که تصمیمات اشتباه و غیر کارشناسانه آنها نیز لطمات بزرگی بر اقتصاد کشور وارد می کند بایستی در برابر قانون پاسخگو باشند و پس از جدایی سیستم با یک تودی و معارفه همه اشتباهات و تقصیراتشان به دست فراموشی سپرده نشود در همین حال سازمان افه بین الملل اعدام وحید مظلومین و همکارش محمد اسماعیل قاسمی رو به شدت محکوم کرد و حتی اعلام داشت که مقامات ایران با این اعدام های نفرت به طور شرماوری حقوق بین المللی رو نقض می کنند و یک بار دیگر بی شرمانه بی خود به حق زندگی رو نشان دادند این سازمان ادامه داد که استفاده از مجازات اعدام تحت هر شرایطی هلناک است اما این دو در یک دادگاه آشکارا ناعادلانه محکوم شدهاند که از تلویزیون دولتی نیز پخش شده است وحشت تر است <متصفيق> خبرها و نظرها رو ادامه می دهم با شعارها و وعده های مسئولان ارشد جمهوری اسلامی که در میان زجر و رنج و اندوه مردم از مشکلات و مشقات معیشتی کماکان از بی اثر بودن تحریم ها و رفع مشکلات میگویند البته خب قطعا بر خود مسئولان تحریم ها چه بس و تأثیری نداشته باشد جایشان گرم است و, و دغدغه‌ای ندارند بدین روی تاکید میکنند که هیچ تأثیری نخواهد داشت در میان روزنامه جوان سخنان روز گذشته روحانی را مبنی بر بی اثر بودن تحریم ها با عنوان با آمریکا فهماندیم نفتمان را میفروشیم با ادبیات بسیار لومپن منتشر کرده بود پاسخگویی آقای روحانی گفته بود که آمریکا یا فهمیدن که ما نفتمان رو میفروشیم و وزارت نفت به آمریکا یا فهمان نفتمان رو میفروشیم و آنها هر کاری هم بکنند آنقدر راه و مسیر برای فروش نفت داریم که تحریم آنها بی اثر است بنابر گزارش روزنامه جوان تریبون چاپی ارگان نظامیان سپاه آقای روحانی گفت که آنها فکر میکردند که صادرات نفت ایران رو به طور کامل قطع میکنند اما خودشان در روزهای آخر فهمیدند که این کار عملی و امکان پذیر نیست هم به خاطر مسائل داخلی خودشان و هم به خاطر قیمت نفت امکان پذیر نیست این سخنان در حالی بیان می شود که یک روز پیش از آن جان بولوتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با اشاره به بازگشت تحریم ها گفته بود که حکومت جمهوری اسلامی تحت فشاری واقعی قرار گرفته و قصد و نیت ما نیز این است که این فشار رو بسیار سنگین کنیم در همین حال و در سوی دیگر این قوقاها و ماجراها کشمکشها و کشاکشها علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی کماکان وعده میدهد که مشکلات حل خواهد شد تحریم ها بی تاثیر است و بایستی با اقتصاد مقاومتی بر ظرفیت های داخل تکیه کرد شعار در میان روزنامه افکار در صفحه که خود سخنان ایشان رو با تیتر مشکلات اقتصادی حل خواهد شد منتشر کرد و به نقل از رهبر جمهوری اسلامی ایران نوشت که قطعا بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور حل خواهد شد البته ایشان حل مشکلات اقتصادی کشور رو به ظرفیت های فراوان ملی مشروط کرده بود کلامی به قایت شعاری و غیر علمی اشاره نمایم که وعده های مقامات ارشد جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم های آمریکا و حل مشکلات اقتصادی ایران در حالی است که مرکز پژوهش مجلس رشد اقتصادی در سال آینده رو نزدیک به منفی 3 درصد پیش بینی کرده بود یعنی در واقع 2.8 درصد و بر اساس گزارش منابع دولتی در ایران تورم به 36 درصد رسید و تمام پیش بینی ها از افسایش تورم در ماهای آینده خبر میدهند با این شرایط شعار درمانی روحانی و وعده های توخالی خامنه ای چگونه اوضاع اقتصاد ایران رو بهبود میبخشد با یستی منتظر ماند و دید که حرف آقایان چند به صحت نزدیک است از شعار درمانی ها و وعده های مسئولان جمهوری اسلامی به افشاگری های چند روز پیش آقای ظریف میپردازیم که با اشاره ای گذرا به وضعیت پولشویی باند و گروه های وابسته به قدرت در ایران مورد خشم محافظه کاران قرار گرفته و بعد از چند روز گویا به کمیسیون امنیت ملی هم فراخوانده شد که پاسخگوی سوال نمایندگان اصولگرایان و اردوگاه محافظ باشد در رابطه با همین موضوع روزنامه آفتاب یزد در مطلبی به عنوان شک نکنید ظریف سند دارد حمله محافظ به محمد جواد ظریف به دلیل سخنانش در خصوص پولشویی رو غیر قابل انتظار خان و به نقل از آقای سعید شریعتی یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب عنوان کرد که حمله اصولگرایان به ظریف نوعی نشان دادن آدرس است زیرا کسی که در معرض اتهام قرار میگیرد فریاد اعتراضش در می آید یعنی اینها خودشان مستاق در واقع پولشویی بودن که مخاطب صحبت های ظریف بودن در ادامه مطلب روزنامه آفتاب یزد به نقل از این فعال سیاسی اشاره سی کرد که مطمئن باشید ظریف هیچ حرفی بدون سند و مدرک نمیزند آن هم در سطح چنین ادعایی که خیلی میتواند برای مردم کشورش سوال و ابهام ایجاد کند بنابراین یقین داریم که ظریف اسناد و دلایل کافی برای چنین سخنی داشته است بدون انگیزه و بی برنامه هم یک چنین مسئله ای از زبانش در نرفته است روزنامه قانون نیز مطلب اصلی صفحه یک خود رو با عنوان فرصت افشاگری علیه پولشویی به همین نزاع نوظهور افشاگری های فساد سیستمی اختصاص داد. قانون با اشاره به احضار وزیر خارجه به مجلس عنوان میکرد که نکته که نبایستی از آن چشم پوشی کرد فرصت به دست آمده برای وزیر خارجه ایران است که میتواند از تریبون مجلس دلایل اظهارات خود رو علنی کند و بحان جویی برخی رو از بین ببرد البته خب هیچگاه آقای ظریف و هیچ کدام از مسئولان بنابر اون قسم محفلانه ای که با هم خورده اند در تریبون با مردم رو راست سخن نخواهند گفت اینها بیشتر تنش ها و دعوه های درون سازمانی است این روزنامه هم تاکید میکرد که آقای ظریف مدت هاست که مسئولیت مهمی در کشور بر عهده دارد و بدون دلیل و سند اظهارات رو به زبان نمی آورد و بایستی منتظر ماند و دید که رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در مجلس چه پاسخی به منتقدان اظهاراتش خواهد داد اما در مقابل روزنامه سیاست روز در مقاله تحلیلی به عنوان گرای ظریف به صورت غیر مستقیم و چه بسا مستقیم وزیر خارجه ایران رو عامل نفوذی دشمن خواند این روزنامه با اشاره به اینکه آنهایی که نظامی هستند یا در جنگ بودند معنی دیدبان و دادن رو خوب میدانند و اگر او نباشد یا باشد به اشتباه گراده حد روشن است که چه اتفاقی می افتد و اگر هم این دیدبان ستون پنجم دشمن باشد که هیچ به طور مستقیم و غیر مستقیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رو به جاسوسی و گرادادن به دشمن و ستون پنجم معرفی کرده بود از جمله در بخشی از این تحلیل خود اشاره کرد که ظریف وزیر خارجه دولت روحانی خوب دیدبانی می کنید و گرا دهید که در واقع صریحا ایشون رو متهم کرد به گرا دادن به دشمن که میتواند به هر روی مجازات سنگین داشته باشد این روزنامه حتی به ماجرای دستگیری یک جاسوس اخیر در وزارت خارجه نیز اشاره کرد آن رو هم به ظریف ارتباط داد و گفت که آیا سخن گفتن در این زمینه ها در اختیار اختیارات شماست آقای ظریف آیا میدانید در وزارت خارجه که شما مسئولیت آن رو بر عهده دارید چه میگذرد سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری اخیر خود از اجرای حکم یک جاسوس که از کارمندان وزارت خارجه هست خبر داد ده سال زندان و صد ضرب شلاق حکم این کارمند شماست که با این لحن نوشتن به نظر می رسد این روزنامه با چنین جملاتی به محمد جواد ظریف هشدار میداد که اگر پایش را از گلیمش دراستر کند چه بسا سرنوشتی بسان آن کارمند وزارت خارجه در انتظارش خواهد بود خبرها و نظرها رو پی میگیرم با تازه هایی از ادامه کشمکش ها و تنش ها میان مقامات جمهوری اسلامی در خصوص اقدام اخیر مجمع تشخیص مسلحت نظام و نظارت بر روند قانونگذاری در مجلس که باعث تضعیف و زیر سوال رفتن این نهاد انتخابی در مقابل نهادهای انتصابی که توسط رهبر ایران منصوب می شوند شده است. در این میان روزنامه مردم سالاری با انتشار یادداشتی از آقای متحری با عنوان چیزی هم برای مصوبات مجلس باقی بگذارید آورده بود اگر رویه مجمع تشخیص مصلحت نظام باب شود چیزی برای مصوبات مجلس باقی نمی ماند. چون مجلس هر طرح یا لایحه‌ای رو تصویب کند این هیئت می تواند به استناد بندی از صدها سیاست کلی آن رو رد کند آقای متحدی که در واقع به دنبال اظهارات یک عضو مجمع تشخیص مسلحت نظام در حمایت از نظارت این نهاد زیر نظر رهبری بر مصوبات مجلس پاسخ میداد خطاب به این عضو عنوان کرد که از جناب آقای مصباحی مقدم که از نمایندگان مجلس هشتم و نهم هم بوده اند و قطعا واقعیت مطلب رو میدانند درخواست داریم که تجاهل نفرمایند یعنی خود رو به نادانی نزنند و از حق مجلس و در واقع از حق قانون اساسی و بعد مردم ساداری دفاع نمایند و جناب ایشان فرض کنند که در مجلس دهم ده حضور دارند تغییر جایگاه نباید موجب تغییر موضع شود به استحضار شما بینندگان برسانم که پیشتر از این مجادلات آقای مصباحی مقدم نماینده سابق مجلس که عضو هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مسلط نظام هست به متحری هشدار داد که نامه این هیئت به تصویب رهبر ایران رسیده و مجلس باید بپذیرد دیکتاتوری مطلق همچنین پیشتر آقای متحری گفته بود که اخیرا یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور اضافه شده و آن ورود هیئتی موسوم به هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام در روند قانونگذاری مجلس است و ما دو شورای نگهبان پیدا کردیم که خلاف آشکار قانون اساسی است البته این اصول اگر نگر آن زمانی که تیف های تحول نسبت به نظارت استثبابی انتقاد می‌کردند، اینها هم به اینها میپیوستند امروز به امروز نمیرسیدن صفحه یک رو ورق میزنن با صفحاتی از حوزه اقتصادی ایران که استعفای دستیار ویژه اقتصادی روحانی گسست و نابسامانی رو در سامانه اقتصاد ایران بیش از پیش علنی کرد در این میان روزنامه ایران ارگان رسمی دولت در مطلبی به عنوان آرایش جدید تیم اقتصادی دولت نوشته بود که رئیس جمهور روز گذشته با استعفای مسعود نیلی به عنوان دستیار ویژه اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصاد موافقت کرد گویا پس از این استعفا با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تایید آقای روحانی علی طيب وزیر پیشین اقتصاد جایگزین مسعود نیلی در شورای پول و اعتبار شد روزنامه ایران در بخش از مطلب خود اشاره کرد که به باور برخی از کارشناسان اقتصادی با کمرنگ شدن حضور نیلی در دولت این احتمال وجود دارد که تغییر پارادایمی در مدیریت اقتصاد کشور به وجود آمده باشد یعنی به طور کل تغییر نگرشی اساسی و این موضوع پس از آن جدی شده که آقای ربیعی با عنوان رابط دولت و مردم در مصاحبه ها و سخنانی های اخیر خود صریحا گفت که اقتصاد آزاد در شرایط کنونی نمی تواند درمان کننده دردهای درد های اقتصاد ایران باشد و نیاز است تا برخی اصول نهادگرایی که دخالت بیشتر دولت در اقتصاد را مجاز می شمارد مرتوجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار گیرد که گویا می در این واپسین سالهای باقی ریاست جمهوری آقای روحانی اقتصاد رو کاملا اون تتم فضای بازی که مصوم به اقتصاد باز و واگذاری شرکت خصوصی بود جمع کنند و کاملا دولتی کنند در سوی دیگر روزنامه اعتماد نیز ضمن انتشار این خبر در صفحه یک خود با عنوان اقتصاد از راست به چپ این تغییرات رو بر پایه برنامه دولت برای نظارت بیشتر بر اقتصاد و دولتی شدن گسترده تر اقتصاد ایران دانست اعتماد همچنین در یادداشتی به عنوان تضعیف کیش راست اشاره می کرد که با توجه به شرایط فعلی سیاست های بازار آزاد به بنبست معنایی رسیده و با چشم می شکست بازار رو دید طرفداران بازار آزاد در این شرایط نمی توانند سکاندار باشند در واپسین با سطور نویسنده روزنامه اعتماد اشاره کرد که آقای طیب نیا گزینه مناسبی برای در دست گرفتن سکان هدایت اقتصاد هستند. و در انتهای برنامه امشب به موضوع کانال مالی اروپا و ایران اشاره می کنیم که قرار بود در زمان تحریم های آمریکا این کانال مالی برقرار شود تا مانع از فشار تحریم ها به ایران گردد. اما اکنون که به میدان عمل رسیده این گویا هیچ کشور اروپایی حتی حاضر نیست که میزبانی این کانال مالی رو بپذیرد در این زمینه روزنامه ابرار اقتصادی با انتشار مطلبی با عنوان اتریش میزبانی کانال مالی ایران اروپا رو رد کرد خبر داد که سخنگوی وزارت خارجه اتریش اعلام کرد که کشورش پس از بررسی هایی که انجام داده به این نتیجه رسید که فعلا رابط پذیرش میزبانی کانال مالی ایران اروپا رو نخواهد پذیرفت به گزارش ابرار اقتصادی این مقام اتریشی همچنین عنوان کرد که از ما پرسیده شده که آیا اتریش آمادگی دارد این سامانه رو میزبانی کند این درخواست کاملا مورد بررسی قرار گرفت و با دیگر وزارتخانه ها و مؤسسات مالی مانند بانک ملی هم مطرح شد نتیجه بررسی این آن بود که همچنان پرسش هایی وجود دارد که همکنون برای آن پاسخی وجود ندارد و به همین دلیل ما به این نتیجه رسیدیم که الان در شرایطی نیستیم که میزبان سامانه SPV یا همان کانال ملی ایران و اروپا باشیم جالب اینجاست به استحضار شما بینندگان برسونم که تنها اتریش نبود که از پذیرش میزبانی این ساز و کار مقابل با تحریم ایران زد پیشتر بلژیک، لوکزامبورگ و حتی فرانسه هم پیشنهاد میزبانی این کانال مالی رو رد کرده بودند یکی از نگرانی های اصلی مقامات سیاسی و نیز بانکی کشورهای اروپایی این است که بانک های شرکت کننده در مراودات با این صندوق مورد مجازات ایالات متحده امریکا قرار گیرند و از همین روز که حتی کمیسر اروپا در امور تجارت از آن کرد که تدوین این ساز و کار که از آن به عنوان SPV یاد می شود بر روی کاغذ انجام شدنی هست اما ایجاد آن در عمل دشوار است و نماینده آمریکا در اتحادیه اروپا نیز این تمهیدات رو حتی ببر کاغذی توصیف کرده بود یعنی کاملا بی اثر می دانن. بر اساس آنچه که مقامات اروپایی تا کنون اعلام کرده اند کشورهای خریداران نفت ایران پول آن رو در صندوق ویژه ای واریز می کنند و بهای کالاهای صادر شده توسط شرکت های اروپایی به این کشور از محل این صندوق پرداخت می شود اما اکنون روشن شده هیچ دولتی از اعضای اتحادیه اروپا که ایران برای رهایی از فشار تحریم به آنها دلخوش کرده بود نمیخواهند با میزبانی از این ساز و کار از تحریم های ایالات متحده آمریکا عبور کنند نمیخواهند از آمریکا چشم بپوشند و هماغوش جمهوری اسلامی شوند و با این مطلب وقت برنامه امشب ما نیز به پایان میرسد تا شامگاه فردا در ایران فردا بامداد روشن بدرود